خب نگاه میکنیم صفحه 89 کتاب من Set for IELTS 1 Unit 5 قسمت سوم از سکشن ریدینگ. خب رسیدیم به قسمت 6 راجع به کانسومریزم و مال و اینا میگفتین تمام این متن. این حالا قسمت 6 برمیگرده میگه راستی عکس رو توی تلگرام میذارم برای بچه های یوتیوب، هشتگم در کپشن میذارم چجوری عکس سفر پیدا بکنید، دو روز اونجا نگه میدارم. In the test there are always more headings than you need. قبل به همون گفت برای اینکه امتحان که میکنن امتحان داره 7 تا بهت هدینگ بدن، 4 تا پاراگراف داشته باشی. میخوام ببینم میتونی تشخیص بدی کدوم هدینگ اصلا ربط داره به این پاراگراف ها کدوم نداره. بعد یاد داد به همون پارافریز استفاده میکنن، یعنی جایی که مهمترین تاپیک سنتنس پاراگراف رو بهت واژه های اونو بدن، سینونیماشون میدن، انتونیمشون میدن، پارافریزشون میدن که هم معنیه ولی میخوام ببینم شما متوجه میشید یا نه. In the test there are always more headings than you need. Read these headings for paragraph B to E. They are not in the right order. خب ببینید این هدینگ های پاراگراف B تا E بود که ما در صفحه های قبل تو ویدیوهای قبل نگاه کردیم. Innovate and stay alive. بعدیش fast food paradise. بعدیش expanding and improving. بزرگ بکنن و بهتر بکنن. بعدیش malls and the natural world. چی کار بکنن این مال ها قیافه دنیا طبیعت رو توش بیامیزن. این آدم انگار فکر بکنه بیرون داره خراب خرید میکنه، از طرف دیگه کاری بکنن که خاطر یه چراغ بی خودی مصرف نشه و اینو waste نشه، natural world رو آسیب برسونه. بعد a new city center، مرکز شهر انگار. خب حالا میبینید هفتو میبینیم، هفتو هشتو که ببینیم، شیش و هفتو هشت این تمرین ها به هم دیگه ربط داره. بس ببینید هفتو ببینید match the words and phrases 1-6 from the headings above with the words and phrases A through F from the topic sentences of paragraphs B through E. برای اینکه بهمون بگه که باز دو مرتبه میاد هدینگ رو بهتون یه پرافریز میده جایی که همون واژه رو استفاده بکنه. چی داریم تمرین اینو میکنیم؟ مثلا one داده innovate. Innovate یعنی چی؟ ما باید نگاه بکنیم تو ستون راست. C, think of new ideas. Innovation means thinking of new ideas. Two, stay alive. به جای stay alive، به جایی که ای بگه که remain in business، بگه they stay alive. کاتبیشون کار بکنه، در مغازهشون بسته نشه، برشکسته نشه. 3. Expanding. Expanding میتونی بگی A. Becoming bigger. بزرگتر بشن. گسترش بیابن. 4. Improving. Improving میتونی بگیم F. Becoming better. بهتر بشن. 5. Natural world. B میتونیم environment، یه ربطی داره به environment. 6 city center میتونیم بگیم D downtown. خب پس برای اینکه این مالا رو خیلی جذاب بکنن که مردم رو بکشن کارهایی میکنن که همه این چیزها رو داشته باشه. مردم که قدم میرفتن قدیم میرفتن مرکز شهر شاپینگ، حالا برن مال و همون حالت براشون پیش بیاد انگار رفتن مرکز شهر یا توی طبیعت هم رفتن بیرون دارن خرید میکنن. خب حالا مثلا choose شماره 8 میگه choose a heading from exercise 6 for paragraphs B through E. پس حالا میگه برو این اکسرسایز 6 رو انتخاب بکن برای پاراگراف های B و C و D و E، یه heading استفاده بکن. پس برای پاراگراف B برگردیم بخونیم چیه؟ برای پاراگراف B expanding and improving این میشه good heading. برای پاراگراف C a new city center. برای پاراگراف D میتونی بگی innovate and stay alive. برای پاراگراف E میتونی بگی malls and the natural world. چرا این گفت؟ مثلا ببینید پاراگراف E رو بخونید. So we have looked at the facilities mall will need
So we have looked at the facilities malls will need to offer. Malls will need to consider the environment too. So ببینید اینجا بود که محیط زیست رو کشید وسط کار. There will be more open air malls and more natural features. به خاطر این بود که چیکار کرد؟ این گزینش malls and the natural world رو استفاده کرد برای تاپی. پس اینجوری ببینید. حالا میاد راجبه grammar focus. Grammar focus قسمت 9 future forms. اینجا یه مقداری راجبه آینده صحبت کرده. چی کارا باید بکنن و اینا. حالا میخواد بهمون نشون بده مثال بزنه که کجا will استفاده بکنیم. کجا going to be going to. خب ببینیم چی میگه. Find examples of future forms in the passage the future of malls which two ways of talking about the future are used. Write one example for each. دو مدل راجع به آینده ما میتونیم حرف بزنیم. Will رو استفاده بکنیم با going to رو. میگه اینا رو نگاهی بکنید برای ما پیدا بکنید. خب حالا من براتون میخونم قشنگ. ببینید برای will این جمله ها will استفاده کرده. So what will the mall of the future look like? این یکی توی این پسج هاست. تو تمام این پسج ها. It is predicted that this will happen more and more in the future. بعدی. So malls will only select electrical items. Some malls will only select electrical items. بعدی. Some malls will only include expensive shops. گفتش که مال ها فقط یه مقداری تخصصی میشن. Some malls will only include expensive shops the facilities malls will need to offer. Malls will need to consider the environment too. There will be more open air malls. Malls designers will have to make sure they will also need to use more natural sources of heat and oil. We will see more plants, trees. There will be virtual malls. Technology will be used within malls. The malls will go from strength to strength. حالا برای going to اینجا going to استفاده کرده بودن. In the future we are going to see fine dining too. بعدی there are also going to be more apartments. Mall owners are going to need to think of new ideas. حالا ببینید اینجا پس این نگاه بکنیم که کجا will رو استفاده میکنی کجا going to. ببینید این میگه تو همون صفحه 89 میگه going to is used when there is a link to the present. For example, if something is already planned or a change has started. پس یه ربطی به زمان حال داره going to و یه برنامه ریزی شده. این برنامه رو تو خاطرتون باشه. یه پلانی شده. مثلا مال اونرز are going to need to think of new ideas to remain in business. پس اگه میخوان در آینده درشون بسته نشه در کاسبیشون از الان باید این پلان بکنن نقشه برسن. اینجا going to استفاده بکنیم خیلی بهتر از will. We see from the text that many malls have already started thinking of new ideas. توی این تکست خوندیم که بعضی مالا خودشون شروع کردن راجبه ایده و پلان های آینده فکر بکنن. ولی میگه will plus infinitive is used for prediction. Something the writer believes about the future. نویسنده کسی که این چیز رو می نویسه باورش هستش یه اتفاقی می افته. Predict داره میکنه. خب it doesn't have to be based on present evidence. نمیدونی الان ما چیزی نداریم که دلالت بکنه این اتفاق می افته. Predict داره میکنه. حدس میزنه. مثلا the mall will go from strength to strength. درشون باز میمونه قوی خوب بازارشون خواهم بود وقتی این تغییراتو بکنن. They will go from strength to strength. جاشون هست خواهد مون. پس این predict داره میکنه plan نیست. همینجوری داره حدس میزنه که اگه این کالا رو بکنن جوری بیزینس میمونه. بعد قسمت 10 رو دیگه نمیرسم توی این ویدیو بهتون بگنجونم. قسمت 10 رو میریم بعدا نگاه میکنیم. فقط سعی بکنید که تا
درس 1 تا 4 رو که تموم کردم تو تلگرام گذاشتم پیدا بکنید، اونا رو مطالعه بکنید اول، بعد بیاید اینجا ادامه بدید. چون این قدم قدم بهتون یاد میده که چجوری برای امتحان آیلتس آماده بشید. و منم اینجا توی یوتیوب نمیتونم عکسشو نشون بدم چون بلاک میکنن، و به خاطر اون باید کتابو داشته باشید. عکس این صفحاتی رو که اینجا داریم کار میکنیم برای 1-2 روز من توی تلگرام میذارم، بعد پاکش میکنم. شاد باشید.